سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم. در برنامه این هفته به سراغ موسیقی کانتری میریم و آثار برتر این سبک رو معرفی میکنیم. ببینیم در جدول بیلبورد شماره های 10 تا 6 چه آهنگایی هستن. کیت اربن خواننده محبوب کانتری با تک آهنگ جدیدی به صحنه برگشته. اثری به نام The Fighter یا جنگجو که از پرفروش‌ترین آهنگای موسیقی کانتری در جهانه. اجرای مشترکی با کری آندروود که با استقبال زیادی هم از سوی طرفدارانشون همراه شده. کیت در تازه ترین گفتگوی خود با اشاره به نقشی که همسرش نیکول کیدمن در شکل‌گیری آهنگ داشت، این پروژه را تجربه عاشقانه و پر احساس توصیف کرد. تولید این آهنگ خیلی ساده بود چون ایده اون به دوران اولیه آشنایی با نیکول کیدمن برمیگرده. در اصل این ترانه همون گفتگوهایی که درباره ازدواج و زندگی مشترک داشتیم. خوب یادمه که نیکول شک داشت و نگران آینده بود، ولی بهش گفتم به من اعتماد کنه، به هم شانس بده و بذاره خوشبختش کنم. بهش اطمینان دادم از این انتخاب پشیمون نمیشه. خلاصه این ترانه خیلی واقعیه و فکر میکنم به همین دلیل به دل میشینه و انقدر موفق بوده. Hoped about the fighter was that it was going to be a good crowd song. دوست داشتم The Fighter یه آهنگ کنسرتی خوبی بشه و موقع اجرای زنده تماشاگران هم با من بخونن. در گذشتم آهنگای مشترکی با سایر هنرمندا اجرا کردم، ولی در کنسرت ها اونقدر موفق نبوده و جمعیت همراهی نکردن، ولی این دفعه موفق شدیم.
در همین کنسرت‌های اخیرم تصاویر قسمت‌هایی که کری آندروود خونده روی تلویزیون‌های بزرگ پخش کردیم و جمعیت با صدای بلند ما را همراهی کردند. به عنوان خواننده این بهترین احساسیه که روی صحنه دارم. بررسی جدول بیلبورد رو ادامه میدیم و به سراغ شماره های 5 تا 1 میریم. این شما و این بهترین های موسیقی کانتری در آمریکا. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you're made of. Boy, make me believe. Whoa, hold up, girl. Don't you know you're beautiful? And it's easy to see. When I taste tequila. When I taste tequila. مرسی از اینکه تا این هنگام با ما همراه بودید. امیدوارم از تماشای مجموع این هفته لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید. ویدیوها و گزارش‌های برنامه هم بعد از پخش تلویزیونی در همین صفحه آرشیو میشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر. این صدای آمریکاست.